خداوندا در این دنیای بیرحم وجودم را به دستت می سپارم. به تو محتاجم و بی تو من هیچم. به لطفت روشن از شبهای تارم. دو دستم می آید به سویت، بگیر و مایه آرامشم باش. تو ای سنگ صبور مهربانم، تقاضای دعا و خواهشم باش. خداوند زمین و آسمانی، تو حاکم بر امور این جهانی، مرا فرمان گذار درگهت کن. تو ای عشق عظیم جاودانی، تو ای عشق عظیم جاودانی. عزیزانی من، گلهی من، سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه هر جای دنیا که هستین. امیدوارم که خدای مهربان بهترین ها رو پروردگار هدیه کنه بهتون. مینا مددی هستم با برنامه علمی عبادی. نازنینای من، جای این هستش که امروز باسم خدا رو شکر کنیم، سپاسگزاری کنیم از نور الهی. نازنینای من، خانواده که فرزندشون رو 31 سال بود گم کرده بودن، نازنینای من، و آقای محمود بعد 31 سال، نازنینای من، فرزندش رو تونسته پیدا کنه. البته اسم گلش عارفه، اسم فرزندش رو. خدا رو شکر میکنیم آقای عارف بعد 31 سال دوری از خانواده، نازنینای من، پیدا شده. البته برادر عزیزمون عارف جزو کسانی بوده که، نازنینای من، در کشور عزیزم ایران، البته متاسفانه خیلی سخته برامون بگیم، ولی تا حتی عارف عزیز در کشور عزیزمون ایران قبرم داشته که انشالله با امید خدا، خدای مهربان پروردگارم همت کنه و برادر عزیزم طول عمر داشته باشه. البته میدونیم که عمر دوباره بهش هدیه داده شده و عارف برای 31 سال، نازنینای من، خانواده فکر میکردن بله شهید شده و خانواده برنامه رو میشناختن، نازنینای من، خواسته بودن که با روح عارف در تماس باشه و خدا رو شکر میکنیم، سپاسگزاریم از نور الهی، از لطف پروردگار. عارف 100,000 مرتبه شکر پیدا شده. البته من بی اطلاع نمونید که عارف، عزیزای من، جراحت بسیاری در وجودش هست که اینشاءالله با نور الهی، با لطف پروردگار، اینها هم به زودی حل میشه. و پدر عارف، نازنینای من، قدردانی کرده، آقای محمود قدردانی و سپاسگزاری کرده و گفته من که فرزندم رو فکر میکردم شهید شده و دوباره به فرزندم رو تونستم پیدا کنم. شاید خیلی از خانواده ها باشن که در این شرایط هستن، نازنینای من، و انشاءالله که خدای مهربان کمکشون کنه اونها هم بتونن فرزندانشون رو پیدا کنن، حالا هر کسی که گم شده داره، نازنینای من. و مخارج 7 نواری که میبینید تو گردن منه، نازنینای من، نوارای عبادت شده که 7 استاد نازنین، هر کدومش به معناییه، عزیزای من، هر کدومش به معناییه که برای عزیزانمون آقای محمود زحمت کشتن، هدیه دادن و گفتن زنگ بزنید اگر خدایی نکرده عزیزی هستی که، نازنینم، گم شده داری، زنگ بزنی و نوارای عبادت شده رو، یک دونشو برای تو اسم نویسی کنن. و اینجا خانم مجده و لیلای عزیز جوابگوی تلفناتونه که اسم نویسید، نازنینای من. این نوارایی که تو گردن منه، نازنینای من، که بسیارم دوستشون دارم چون استادای عزیز عبادت کردن روشون،
هر کدومتون که اتاق فرمان به من میگه که البته تلفن‌های اتاق فرمان رو نگیرین، تلفن‌های دیگر رو نگیرین، فقط و فقط ازتون خواهش میکنم تلفن‌هایی که توی اون باکس قرمزه لطف بفرمایید به اونا زنگ بزنید و اسم که هر کدوم اسما رو که لیلا به ما میاد خبر میده طبیعتاً روبروی من مینویستن و من سریع براتون عرض میکنم نازنینای من، یک دونه از این نوارا رو برمیداریم برای شخص میذارن طبیعتاً پست میکنن که انشالله به دستشون میرسه. بس باسم اینی که عارف به خانوادهش برگشته بعد 31 سال عزیزای من، سپاسگزاریم از نور الهی و آقای محمود چون این کار قشنگ و زیبایی کردن باسم ازشون قدردان هست. نازنینای من، گلای من، لطف بفرمایید رو خط نیاین راجب نوار با من صحبت کنید. من زمانی که روی خط هستم فقط و فقط وظیفه دارم که عبادت ها رو بنویسم. ازتون خواهش میکنم برای نوار رو خط نیاین، برای نوار عبادت شده که فدای دستاشون بشم، 7 استاد نازنین روشون عبادت کردن، عزیزای من فقط تلفنایی که تو اون باکس قرمز هست لطف بفرمایید به اونا زنگ بزنید، خطی بگیریم با شما عزیزا باشی. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام عرض ادب. سلام جانم، حال شما؟ خوبی نازنین؟ فداتون بشم. بفرمایید جانم. خوب هستید مینای؟ من خوبم شکر خدا. جونم بفرمایید خانم. الهی شکر. مینای عزیزم، خواستم قبل از شروع دعا از خداوند سپاسگزارم که در این زمان ما رو با فرشتگان خودش آشنا کرد و تولد استاد مبارک رو تبریک بگم بهشون. قربونتون برم. اگه اجازه بفرمایید در مورد زندگی نامشون بگم، اگه اجازه. لطف بفرمایید. بفهمین عزیزم. البته سعی میکنیم کمتر اعلام کنیم و عزیز نازنینی هم شکوفه های گل بسیار زیبا و خوشبو برای من ریخته رو میزم به همین مناسبت، دستون درد نکنه، بسیار بوهای خوشبویی دارن، ممنونیم ازشون و تمام عزیزانی که اینجا زحمت کشتن راجبه این روز مقدس، سپاسگزاریم از لطفشون. بفرمین جانم. بفرمین عزیزم. جانم در حدود 100 سال قبل مادری عزیز در یکی از روستاهای کشور چین وقت زایمانش تنها بوده بلد. چون همسر بزرگوارشون در طوفان اسیر میشه، به لطف پروردگار در این خانه روستایی این خانم متوجه میشه که 7 نفر سفیدپوش میان و کمک میکنن که دختر کوچولوی زیبا رو به دنیا بیارن که خنده هاش مثل گل شکوفا میشه و هر جا قدم میذاره عطر خاصی اطرافش رو پر میکنه. گریه که میکرد اشکاش مثل مروارید از چشماش بریزه و این دختر زیبارو بهترین دختر دنیا بشه. پدر گرامیشون از راه میرسه، دختر زیباشو که پر از مرواریدهای قطران بوده میبینه که چطور لطف خداوند و معجزه این فرزند عزیز رو به دنیا آورده. پدر عزیزشون به مادر میگه که چه کسی به تو کمک کرد؟ مادر بزرگوارشون میگن که 7 فرشته آمدن به من کمک کردن تا فرزندم رو به دنیا بیارم. نام این فرشته رو مروارید گذاشتن. استاد مروارید عزیز از زمان به دنیا اومدنشون معجزه شامل حالشون میشه تا الان که معجزه ها رو با مردم دنیا تقسیم کردن و استاد مروارید سال گذشته لطف کردن، بزرگواری کردن برای هدیه تولدشون به دختر خانمی به نام اصل، هم شفا شامل حالشون شد و هم بخشایی شدن. فداتون بشم. زنده بشی. سپاسگزارم که انقدر دقیق برنامه‌تون میدونی عزیزم. فدات بشم. زنده بشی. بزنده. عبادت برای چی میخوای گل من؟ برای عشق و محبت. کشور عزیزم ایران، درسته؟ از بله، از کشور عزیزم ایران تماس. بله، اسم لطف بفرمایید. به نام زهرا، نام پدر رحمان. بله. معجزه ها رو برامون هدیه کردین. ممنونم از لطفتون. بله. چقدر معجزه قشنگ و زیبایی. اگه اجازه بدید در مورد عسل هم میتونم بهتون. بفرمایید. عسل هم عزیزه. بفرمایید. عسل عزیز این دختر در تیمارستان امین‌آباد بودن. بله. که پدر بزرگوارشون آقا صادق فوت کرده بودن. این دختر با مادرش زندگی میکرد و شخصی به عنوان دستفروش نزدیک خونه‌شون یه سری پارچه به اسمی که از سوریه آورده بود به مادرش میفروشه. از همون روز این پارچه وارد خونه که شد، این دختر عزیز حالت قش و حالت‌های غیرعادی داشته که خطرناک بوده. بله. اونو به تیمارستان میبرن متاسفانه. این پارچه توسط خانمی که از دوستان همسایه‌شون بوده و دخترش به نام زده اصل علاقه داشته میفرسته.
که اثر رو اسید طلسم سیاه میکنه. حالا به لطف نور الهی و کمک استادان گرامی اصل از بیمارستان شفا گرفت و بهگشایی هم شد. دکتر اصل آقای صادقی تعجب کرده بود که چطور معجزه شامل حال اصل شده. و مینا جان شما با نامزد اصل جان که حسین آقا نام داشتن در فرانسه صحبت کردید، ایشان از ماجرای اصل با خبر شدن، دعوت کردن از شما مینا جان و مادر اصل که به فرانسه رفتید، مهمانی کوچکی هم داشتین و حسین آقا گریه میکرد و میگفتش که با اون دختر یک سال و نیم زندگی کردم ولی دختر خوبی نبود و ما جدا شدیم. شما ازشون سوال کردین چرا در این مدت به دنبال نامزدت نرفتی، که گفتم باور کنی که من هیچ اراده ای از خودم نداشتم. و اصل عزیز و حسین آقا در فرانسه درس میخوندن، اقامت داشتن، مادر عزیزشون هم اومده. بله. ممنونم نازنینم، ممنونم از لطفه. صد هزار مرتبه شکر اصل. بله، فرزند دومشو داره به دنیا میاره، البته مثل که 9 روز دیگه انشاءالله که خدای مهربان خوش قدم بداره براش. ممنونم نازنینم، چقدر دقیق میدونی برنامه علمی عبادی تو، انشاءالله که موفق باشی. کلا من عاشق برنامه فرمودین عبادت برای عشق و محبت. خدای مهربان عشق و محبت رو تو زندگی بهتون هدیه کنه. خدا یار و نگهدارتون نازنینای من. از شما سپاسگزارم. فداتون بشم. زنده بشین. خدا نگهدار. قربونتون برم. گویا خانومی زنگ زده به لیلا، از لیلا سوال کرده که فرق رنگای نوار عبادت شده فرقش چی هست؟ نازنینای من، فرقی وقتی استادای عزیز عبادت کردن نازنینم، پس میشه گفت شما به اون عبادتش فکر کن. رنگا رو دوست داری انتخاب کنی، میتونی. 7 رنگ نازنینای من، 7 رنگ آسمون، شما هممون میدونیم رنگین کمانو 7 رنگ. و ازتون خواهش میکنم حتما لطف بفرمایید رنگش هم برامون بگید که چه رنگی میخواین، چون بعضی از عزیزانمون مثل که خیلی سعی کردن تلفن ها رو مشغول کنن و دارن عزیزانی که جواب تلفن ها رو میدن میگن، بعضیا دارن جیغ میکشن و میگن من میخوام. ازتون خواهش میکنم لطف بفرمایید نازنینم. کار قشنگی که پدر عارف عزیز انجام داده، نگفت اصلا از کجای کشور عزیزم ایران، ولی فقط برای ایرانه. بس ازتون خواهش میکنم لطف بفرمایید صبورانه نوارا رو بخواین. لطف بفرمایید ازتون خواهش میکنم وقتی زنگ میزنین عزیزا دارن جواب تلفناتونو میدن، 10 دقیقه خودتونو بذارین جای اونا. شما در نظر بگیری به شما چند نفر زنگ بزنن، همشون دارن داد و بیداد، نمیتونی اون موقع عزیزم، مجبور میشیم تلفن‌ها رو قطع کنیم. یا بعضیا زنگ میزنن بهمون همینطوری الو 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 عزیزم هول میشن. نازنینای من خواهش میکنم لطف بفرمایید وقتی زنگ میزنید بهمون 1 بار سلام علیک، سپاسگزاریم از لطفتون. الو الو زیاد نکنید، سعی کنید باهمون صحبت کنید، فداتون بشم. البته با من هر کاری دلتون میخواد مسئله ای نیست، بیاین سر خط میبینم. بعضی موقع 10 بارم الو میکنیم، من باز هم سعی میکنم انشاءالله با صبورانه براتون. ولی عزیزانمون رو در نظر بگیرین دارن جواب تلفن ها رو میدن، اجازه بدین که خدا اینو کرده نکنه بر اثر اینکه تو هول میشی الو الوی زیاد میکنی، نکنه خدا اینو کرده قطعت کنن. نازنینم وقتی ما نمیخوایم مسئول باشیم عزیزم و دلمون میخواد، چه شما چه عزیزانی که تلفن‌ها رو جواب میدن، صبورانه لطف بفرمایید و بتونیم با هم در ارتباط باشیتون ان شاء الله. خطی بگیریم با شما عزیزا باشیم. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام بخیر عزیزم، با هفت نور الهی. زنده بشی برادرم، حالتون خوبه؟ بفرمایید. زنده باشیم، مرسی. از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران، بله. به چه اسمی؟ بله. به نام حسن، نام مادر توبا. بله. عبادت برای از معجزه ها. بله. برای برکت کشای خواهرم. از معجزه ها بفرمین بردارم. بله. اکرم خانم و آقا محمود از مازندران که صاحب بچه نمی شدن و قدرت پروردگار عبادت حق نور الهی شفا گرفتم و صاحب دو فرزند دوقلو شدم. بله، ممنونم عزیزم. زنده باشه. عبادت برای برکت گشایی فرمودین، درسته؟ بله خواهر. چشم. خدای مهربان برکت تو زندگی بهتون هدیه کنه. زنده باشه. زنده باشه. خدا نگهدار. خدا نگهدارتون. بله، به من میگن که رنگ قرمز و گویا یکی از عزیزانمون خواستن. بله، از طریق اتاق فرمانم حتما میان.
برامون میگیرنش رنگ قرمز. چشم، سعی میکنیم برای تو. چشم، اجازه بدین من در بیارم. با امید خدا، خدای مهربان کنه که بهترینا در زندگی هدیه بشه براتون. البته آسون نیست که این همه نوا رو تو گردن من خواستن باشه. بله، چشم، یه کمی زمان میبره. ببخشید. سعی میکنیم که بفهمی نیستم. الان میدم خدمت. موفق باشی. مبارکشون باشه عزیزی که داره میگیره اونو. بله، من سعی میکنم اینا رو خیلی با دقت. عزیزای من، اسم شخصم لطف بفرمین برامون بگین. بله، زهره از اهواز یه اولین نوا رو گرفت. انشالله که موفق باشه. و از زهره میدونیم که اجازه بدین کامل بشه، دارم مینویسم. بله، بچه 7 سالش گم شده. انشالله که زهره جان خدای مهربان کمکت کنه، فرزند تو هم پیدا بشه. عزیز خطی بگیریم با شما عزیزا باشی. جانم بفرمی. سلام عرض کردم. جانم بفرمی. سلام عرض کردم. سلام عرض کردم. زنده بشیم بردارم. حالتون خوب الحمدلله. بفرمی. مرسی من. سلامت باشی. زنده باشیم. کشور عزیزم ایران. بله. به چه اسمی؟ اولت میخواستم به اسم محمد نام پدر بسیم. بله. ام معجزه ها؟ از معجزات خودت پنهان سیمی خانم از تهران بودن. فرزن میداشتن که دچار اختلال حرکتی بود و بدون هیچ دستگاهی قادر به حرکت کردن نبود. به لطف خدا و هفت نور الهی شفا گرفته و تونست راه بره. مرسی برادرم. عبادت برای چی میخوای؟ برای سلامتی آرامش خواهر عزیزم. خدای مهربان سلامتی و آرامش رو تو زندگی بهت هدیه کنه عزیزم. خدا یارو نگهدار. اگه وقتی امکان داره دست مبارکتون. چشم عزیزم. خدا یارو نگهدارتون. خدا حافظ. خدا حافظ. خدای مهربان سلامتی آرامش رو تو زندگی بهت هدیه کنه. بله، برادر عزیزی رو داریم به نام محمود. بله، هم اسم پدر بزرگوار که هدیه کردن نوارا رو. بله، آقای محمود از کشور عزیزمون ایران، از رشت، رنگ سبز رو خواستم. چشم، الان براشون هدیه میکنیم. خطی بگیریم و با شما عزیزا باشیم. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. جان دلم بفرمایید. سلام مینا عزیز. سلام گلم. از کشور عزیزم، از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. خانمم اجازه بده من این هدیه رو بدم از اتبری اتاق فرمان، چون باید اینا بفرستن. نازنینه الان باهاتون صحبت میکنم. زنده باشی خواهرم. زنده باشین، مبارکشون باشه. بله، بفرمایید خواهر گلم. از کشور عزیزم ایران. از کشور عزیزم ایران. بله. تماس میگیرم. بله. عبادت میخوام برای رها نام پدر حسین. بله. ام معجزه ها؟ از معجزه شکوفه خانم از خراسان جنوبی مبتلا به سرطان بودن که به لطف الهی و عبادت 7 استاد عزیز شفا پیدا کردن. مرسی جانم. عبادت برای چی میخوای نازنینم؟ برای سلامتی و آرامش. سلامتی و آرامش رو خدای مهربان تو زندگی بهت هدیه کنه نازنینم. خیلی ممنون. خدا یارو نگهدارت. شما در نکنه خسته نباشی. خدا نگهدارت. جانم بفرمایید. جانم سلام علیکم. سلام عزیزم، حالتون خوبه؟ بفرمایید جانم. قربان شما. زنده باشی. سلام عرض ادب دارم از قربونتون برم. به استادای عزیز قربونتون برم. بفرمایید نازنینم. عبادت میخواستم برای مینا. خانمم از کجا زنگ میزنی؟ خانمم من ببخشید، از کشور عزیزم ایران زنگ میزنم. کشور عزیزم ایران. بله. عبادت میخواستم برای مینا مادر زهرا. معجزه ها بفرمی. سعید کوچولو بودن که تومور مغزی داشتن. بله. به لطف خدا با زحمات 7 استاد عزیز گرامی شفا یافتن. بله. دیگه چی میدونی خواهر گلم؟ دیدی خانم بودن از آلمان که نارتی قلبی داشتن. بله. به لطف خدا به 7 استاد زحمات 7 استاد عزیز شفا یافتن. مرسی جانم. عبادت برای چی میخوای؟ سلامتی و آرامش. سلامتی و آرامش خدای مهربان تو زندگی بهت هدیه کنه. خدا یارو نگهدارت عزیزم. خدا حافظ. زنده باشی. خیلی ممنون. خدا. خب عزیزای من، گلای من، بله میبینیم که
ماشالله، هزار ماشالله. شماها چقدر تونتون زنگ میزنی. چشم. نوار دیگه ای را البته هنوز برای من ننوشتن، از کجا هستن عزیزی که خواسته؟ اینم امیدوارم بنویسن. بله بیانو، بله هدیه میکنیم بهشون نازنینای من. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. از رودبار خانم منیژه. بله چشم. رنگ صورتی رو خواستن حتما. برادر عزیزم اجازه بده من این نوار رو براشون هدیه کنم. بله اجازه بفرمایید. چقدر مشکل این نوارا رو در آوردن. ببخشید برادرم یه لحظه منو اجازه بدید. الان میگم خدمتتون. چشم. انشالله که براشون خوشیون باشه با امید خدا. خواهش میکنم. بله. جان بفرمایید برادر. بفرمایید عزیزم. سلام. سلام. حال شما خوبین؟ الحمدلله. بفرمایید عزیز. الهی شکر. به لطف شما. زنده باشید. از کشور عزیزم ایران صحبت می‌کنم. کشور عزیزم ایران. بله به چه اسمی؟ الو برادرم. بله صداتون قطع وصل میشه. علی اکبر. بله اما معجزه ها بفرمایید. خواهش میکنم. 18 نفر بچه‌های فرانسوی. بله که سرطان داشتن که به لطف خداوند مهربان بله و دعای هفت استاد نورانی شفا پیدا کرد. ممنونم برادرم. زنده باشی. عبادت برای چی میخوای؟ سلامتی و آرامش. خدای مهربان سلامتی و آرامش رو تو زندگی بهتون هدیه کنه. خدا یار و نگهدارتون. خدا یار و نگهدار جمعی شما باشه. زنده باشی. ممنونم برادرم. خدا حافظ. جانم بفرمایی. سلام علیکم. سلام عزیزم. حال شما خوبی؟ بفرمایید. خیلی متشکرم. زنده باشید. بی‌نهایت سلام خدمت سید مینا. زنده باشید برادرم. حالتون خوبه؟ بی‌نهایت تعظیم و تکریم خدمت استادان عزیز. بله. زنده باشید. سپاسگزارم. کشور عزیزم ایران. کشور عزیزم ایران. بله. به چه اسمی؟ عبادت می‌خوام برای نسرین. بله. نام مادر معصومه. از معجزه ها بفرمایید. خواهش می‌کنم. از موزه زهرا خانم از بجنور که با کمک همسرشون و با پشتکار تلاش فراوان بله. یک رستوران را به نو رستوران رسانده بودن و خوشبختانه با سرمایه‌گذاری با لطف پروردگار و دعای هفت استاد عالم عابد به گنجینه حدود 1 میلیارد دلار دستیابی پیدا میکنن و به شکرانه این موهبت و عنایت الهی تمام رستوران ها را به افرادی که در آن کار میکردن اعدام نموده و در هر کدوم از اونا منزل تعیین میکنن و کمک های در حد تمام برای نیازمندان در بجنوب اقتصاد میدن و برای بهبود افراد معتاد نیز بودجه ای را در نظر میگیرن و فاوتی زندگی خوب و عالی که در خارج از کشور دارن و میگن که درمون برای بجنوب تنگ شده و یاد شعر خانم نیرامدادی افتادیم که این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست. این خاک قشنگ است ولی خاک وطن نیست. بله دقیقاً. ممنونم برادرم. عبادت برای چی می‌خوای؟ برای سلامتی و آرامش. خدای مهربان سلامتی و آرامش رو تو زندگی بهتون هدیه کنه. خدا یار و نگهدارت. مینا خان می‌بخشید این تلویزیون ما در واقع خط خطی شنیدیم که از اون مثلا در واقع تایید صدای شما که نوارای دارید اعداد شده اگر محبت کنید که نوارا را به ما برادر من برای گم شده هاست. بعد با این خط نیست عزیزم، با خطیه که توی اون باکس قرمزه. الانم یه مسئله دیگه شده برامون، میبینم که اتاق فرمان برامون روبرو نوشته که بیشتر از 100 نفر الان دارن صحبت میکنن، ما چی کار کنیم؟ بس. البته الان خب چند تا شهدیه کردیم. بله بعد عزیزانی هستن که گم شده دارن برادرم، بعد روی ایر اینا به من مربوط نمیشه. من فقط و فقط خواستن آقای محمود پدر عارف عزیز خواستن که من تو گردنم باشه و به هدیه کنی نازنینم. شما گم شده مگه داری؟ برادرم شما گم شده داری؟ نه مریض دارین و نه برای گم شده هاست. برادرم برای گم شده هاست. خدا یارو نگهدارید. صدا واضح نبود این بود که شرمنده هستید. زنده باشی عزیزم. خدا یارو نگهدارید. خیلی اتماس آدم. خدا حافظ شما. خدا حافظ عزیزم. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم.
جانم بفرمین. سلام عزیزم، حال شما خوبی؟ بفرمین جانم. ممنونم. از کشور عزیزم ایران تماس می‌گیرم. کشور عزیزم ایران، بله. به چه اسمی؟ بله، رباب دختر سحر. بله، ما همیشه شما خانم میای رو ار اسمو، من نمیدونم چرا اشتباه میگی. خانمم اینجا فرمایی که ما داریم، اول اسم شخص نوشته میشه، بعد اسم پدر یا مادر. میدونی؟ این نشونه اینه خانمم، این نشونه اینه که این برنامه رو با دقت نگاه نمی کنی. چرا؟ نه. با دقت نگاه میکنم. نه خانمم، شما ببین، آخه این یه چیز مهمی نیست، شما بلد نیستی. ساده ترین چیز یعنی شما یه اسمو نمیتونی درست بگی عزیزم. پس برنامه رو، معجزه ها رو چجوری میتونی؟ خدا نگهدارت خانمم. سعی کن، من مجبورم الان شما رو قطع کنم به این دلیل که خانم سعی کنی تو زندگی یه مقدار دقت رو یاد بگیری. دقت خانم. خدا نگهدارت جان دلم. خدا حافظ. الو. خدا حافظ عزیزم. خدا حافظه. نازنینم اینجا نیستم که منو قانع کنی. عزیزم نازنینم سعی کن بیاموزی برنامه علم با عبادت. تو وقتی دختر مادر اون نازنینم، وقتی داری همه چی رو، یعنی یه همچی چیز ساده ای رو، ما هممون میدونیم. مثال، من میخوام مثال برای آریا عبادت بگیرم. نازنینم اول میگم آریا، مادر مینا. دیگه این ساده ترین چیزه. شما به این مسئله، به این سادگی، اون وقت کی میتونه اسم فرزندش مثال یادش بره عزیزم؟ بس گل من، نازنین من، دقت کنیم تو زندگیمون، دقت کنیم. دقت خوبه، دقت از عبادت میاد، دقت از ایمان میاد. نازنینم عزیزم، برنامه علمی عبادیه، اگر آموزنده نباشه، نباشه بهتره، مطمئن باش عزیزم. پس برنامه ارزش داره، برنامه وقت براش گذاشته میشه. شما که اسم بچه خودت رو نمیخوای درست یاد بگیری، من چجوری ازت انتظار داشته باشم عبادت ها روش دقت کنی؟ نه خانم، سعی نکنی من قانع کنی. انشالله اینجا هستم که خدمتگزار تک به تکتون باشم، ولی از شما هم انتظار داریم، انتظار داریم نازنینم وقتی میایم با هم صحبت کنین راحت باشیم، خطی بگیریم با شما، عزیزا باشیم. بله، نوارا رو باسم باید بدیم برای عزیزانمون. اسمشون خانم مولود، خانم مولود گم شده دارن. بله چشم، نوارو خواستن ما براشون هدیه کنیم انشالله تا بله دارن میانو بگیرنش انشالله که خدای مهربان کمکش کنه، پروردگار کمکش کنه، راهی بازشه و عزیزش پیدا بشه. من دارم میرم. چقدر سخت انسان گم شده داشته باشه نازنینای من، خدای مهربان به تک تکتون کمک باشه. جانم بفرمایید خواهرم، ببخشید روی منتظر موندی. خواهش میکنم. جان. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. سلام به روی ماهتون. حالتون خوبه؟ بزرگوارم. زنده باشین. سلامت باشین. عرض تبریک و تهنیت دارم به استاد عزیز و نازنینم استاد مروارید به مناسبت تولدشون. زنده باشین. خداوند یزدان رو شاکرم که چنین موهبتی رو به بشریت هدیه دادن. و از خداوند برای اساتید نازنینم علو درجات رو آرزومندم. سپاس بی پایان. کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران، بله. به چه اسمی؟ بله، عبادت برای عالیه مادر ریحان. بله، از معجزات قدرت پنهان آقای مسعود عزیز از تهران که به علت جادویی که آقای به نام اصغر برای پدر نازنینشون به نام اکبر آورده بودن. بله. و پدر بر اثر این جادو سکته میکنن و جون خودشون رو از دست میدن و مسعود نازنین هم اعتیاد به مواد مخدر پیدا میکنن. اونها 7 مغازه در بازار تهران دارن که رونق هم از این مغازه میره. مادر مهربونشون با تماس با برنامه قدرت پنهان و تهیه آینه و نشانه که از مسعود عزیز توسط خلبانهای زحمتکش فرستادن به لطف نور الهی و عبادتهای 7 استاد عزیز و بزرگوارم مسعود نازنین شفای الهی شامل حالشون میشه و پیگیر آنچه که اصغر آقا به وسیله جادو به سرشون آورده هستند. زنده باشیم. ممنونم عزیزم. عبادت برای چی میخوای گلم؟ برکت گشایی عزیزم. خدای مهربان برکت تو زندگی بهتون هدیه کنه نازنینم. خدا یار و نگهدارتون. خدا لطف شما. زنده باشین. فداتون بشم. خدا نگهدارتون.
عزیزای من، انگلای من، انشالله شما نازنینا که بله نوارا رو میگیرید طبیعتاً اینو منتظر باشین که نازنینای من صبر سعی میکنیم، سعی میکنیم البته سعی میکنیم نوارا با به دست خلبان به دستتون برسه، به این دلیل که خیلی سریع به دستتون برسه، چون عزیزانی که گم شده دارن شما در نظر بگیرین. مثل این میمونه که آدم یه راه طولانی رو داره میره و کاملا ناامیده، همه چی تاریکه، بعد اون تایت آدم احساس میکنه یه نور کوچولو هست، بعد انسان ببینید چقدر با ذوق با اشتیاق دوباره آرزوهاش میخواد روش کنه که به اون نوره برسه. درکتون میکنیم، به همین دلیل متوجه قلبتون هستیم که نازنینای من وقتی گم شده دارین میبینیم که چقدر براتون سخته. ما هم سعی میکنیم تلاش کنیم انشاءالله به دست خلبان نوارا رو براتون میفرستیم. البته اسماتون طبیعتا هست روی نامه هایی که مینویسن و نوار میذارن توش نازنینای من. آدرستون هم بچه دارن زحمت میکشن، دستشون درد نکن، آدرساتون هم میگیرن. انشاءالله به دستتون میرسه به زودی. خیلیاتون مثل که از عزیزانمون که جواب تلفناتون رو میدن خیلی سوال میکنید که چند روز طول میکشه. نازنینای من لطف بفرمایید دیگه این سوالا رو نکنید. انشالله شما خودتون آماده کنید برای کمتر از یک هفته. انشالله به ما هم فرصت بدید. چشم. وقتی نازنینم عزیزم مسئولیتی رو هر کدوم شما عزیزا به ما میسپارین، مطمئن باشین ما قبل از هر چیزی نور الهی رو باید در نظر بگیریم که مسئولیم. مسئول بودن، امین بودن آسون نیست عزیزای من. پس انشالله متوجه هستین که خودمونم تلاش میکنیم. چشم. خطی بگیریم و با شما عزیزا باشیم. جانم بفرمین. سلام عرض کردم. سلام خانمم، حال شما خوبی؟ شما خوبی؟ من خوبم شکر خدا. فداتون بشم. کشور عزیزم ایران تماس. کشور عزیزم ایران. بله عزیزم بفرمایید. عبادت می‌خواستم برای احمد نام پدر میرزا. بله. از معجزه ها. از معجزه های قدرت پنهان آقام برادر عزیزم آقام محسن از تهران که دچار سکته قلبی شده بودن و مادر و همسرشان که با برنامه قدرت پنهان آشنایی داشتن برای ایشان عبادت گرفتن و به لطف خدا و دعای حق استاد نورالهی ایشان شفا شامل ایشان شد که تصمیم گرفتن برای یکی از معتادان محلت آینه تهیه کنند که آن هم نصیب یک پسر بچه 17 ساله شد. ممنونم عزیزم. البته من علاقمند هستم که شما یه عبادت دیگر رو بگی نازنینم، ولی یه مقدار سریع‌تر صحبت کن، خواهش میکنم ازت. توران عزیز از مالزی که بچهشان با مدت 5 سال و 6 ماه گم کرده بودن، لطف خدا و دعای حق استاد الهی شفا شامل ایشان شد و بچهشان پیدا شد. مرسی. مرسی عزیزم. عبادت برای چی میخواد؟ برای برکت میشه. خدای مهربون برکت تو زندگی بهت هدیه کنه. اوی ماه تنمی بودم لطف داریم. خدا حافظتون عزیز من. بله آقای منصور نوارو خواستن از کشور عزیزمون ایران از زنجان. بله رنگ طلایی رو خواستن، انشاءالله براشون هدیه میکنیم. جاییم هست که قدردانی کنیم از اتاق فرمان که میان اینا رو میبرن و تازه مسئولیت این عزیزای ما سنگین و سنگینتره به این دلیل که نازنینای من خسته نباشین، دستون درد نکنه، انشاءالله که به آرزوهاشون برسن و گم شده شون پیدا بشه. نازنینای من ماشاءالله. البته عرض کنم خدمتون تلفن ها داره قوقا میکنه، اینو عرض کنم که متوجه باشین، ولی خب طبیعتاً بچه‌ها دارن زحمت می‌کشن. واقعاً اون عزیزی که شرایطش گم شده برای همه نازنینای من سخته، ولی ما هم چیکار کنیم؟ توان فقط برای ما 7 تا نوار گذاشتن و تقسیم کردنش هم آسون نیست، ولی سعی می‌کنیم که انشاءالله تا من اینو مطمئن هستم که بچه‌ها بسیار به منصف بودن همیت میدن و تا حتی اینی که زمان میبره تا بیان و بگیرن مطمئن باشین دارن باشون صحبت میکنن و انشاءالله نصیب عزیزانی بشن که اولا برنامه علمی عبادی رو کاملا میشناسن، ایمان دارن بهش، ایمان به نور الهی دارن قبل از هر چیزی نازنینای من، احترام استادای عزیزو دارن و انشاءالله پروردگار خدای مهربان کمکشون کنه
گم شده داشتن آسون نیست. اینو هممون متوجهیم. خطی بگیریم با شما باشیم. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام. سلام عزیزم. حال شما خوبین؟ بفرمایید. خیلی ممنونم. جانم. بفرمایید. از کشور عزیزم ایران زنگ میزنم. کشور عزیزم ایران. بله. به چه اسمی؟ بله. عبادت میخواستن به نام فاطمه. بله. مادر عزیزه. عزیز. اما معجزه ها چی میدونی گلم؟ از معجزه ها هفت استاد شهر اردبیل آقای نوروز 29 سال گت مخابودی. بله. به لطف پروردگار شامل شفا پیدا کرد. زنده باشی عزیزم. عبادت برای چی میخوای جانم؟ خیلی عبادت برای سلامتی آرامش. خدای مهربان سلامتی آرامش رو تو زندگی بهت هدیه کنه. چند وقت برنامه رو نگاه کنی عزیزم؟ خانمم میگم برای... چند وقت برنامه رو نگاه میکنی؟ خواهرم رفتی؟ خدا پشت پناهت. جانم بفرمی. سلام عرض کردم. الو جانم بفرمی. سلام عزیزم. حال شما خوبین؟ بفرمین جانم. قربان شما. زنده باشی. از کشور عزیزم ایران تماس بگیرم. کشور عزیزم ایران. من زنگ زدم. بله. متاسفانه اشتباه اسمو گفتم. خب خانمم برای چی بس اومدی رو ار دوباره؟ دوباره برای چی؟ یه سوال از خدمتتون داشتم. آخه الان ما برای سوال نیستیم. برای عبادتیم. نه من نه. دیشب راجع به میهدا صحبت میکردیم که اگه هدیه تو خواب به شما دادم بدین چیه. من یه خوابی دیدم میخوام بهتون بگم. راجب خواب من الان صحبت نمیکنم. با شما مخصوصا صحبت نمیکنم. با شما اصلا صحبت نمیکنم. برو یه چند وقتی برنامه رو نگاه کن و مزاحم وقت بیننده هامون نشو. من الان خدا حافظ. خدا حافظ عزیزم. خدا حافظ عزیزم. بله اینجور موقع ها 5 سال نگاه میکنم 10 سال نگاه میکنم. خب نازنینم چه جوری 5 سال 10 سال چه جوری نگاه کردی برنامه رو؟ آیا گاه گاهی گوشه چشمی انداختی بهش؟ این برنامه نگاه کردن نیست عزیزم. نازنینم این اصلا برنامه نگاه کردن نیست. اگر شما برنامه رو نگاه کرده بودی امروز هم که اومدی رو خط وقتی ایراد داشتی میشستی با خودت سعی میکردی خودتو درست کنی، یه مدت برنامه رو نگاه کنی، دوباره بیای رو خط. نه اینکه دوباره لج کنی، دوباره بخوای بیای رو خط. نه عزیزم، لج نکن با برنامه علمی عبادی. برنامه علمی عبادی برای تو بد نمیخواد. برنامه علمی عبادی از تو میخواد که دقت کنی. از تو میخواد که به نور لطف پروردگار، عزیزم بیشتر علاقه من باشی، دلبند بشی. نه اینکه فقط به زور بیای یه عبادت بگیری بری. نه نازنینم من اینجا نیستم تو به من زور بگی منم بگم چشم. نه به این دلیل که من وظیفه دارم نازنینم وقتی اسم می نویسم برای تو 20 دقیقه وقت میذارم. بس وظیفه دارم کسانی رو اسمشون بنویسم که انشاءالله میدونم که برنامه علمی عبادی رو میشناسن. میدونم که منتظر بهترینان. آقای جعفر نوا رو خواستن که انشاءالله موفق باشن. البته متاسفانه میبینم که اینجا برای ما نوشتن که 2 تا گم شده داره. نازنینم آقای جعفر نوارو از کشور عزیزمون بابلسر انشاءالله که خدای مهربان کمکشون کنه، ولی 2 تا گم شده دارن نازنینای من. حالا من باستم اینو برای من ننوشتن. امیدوارم عزیزانی که جواب تلفونا رو میدن به این مسائل دقت کنن. اگه شماها کسانی هستین که 2 تا گم شده دارین، مثال فامیلای مختلف هستین، مثال خدایی نکردی یه دونه در فامیل خواهر، یه دونه در خونه، مثال در خانواده برادر یا کسی دیگه، نازنینای من، عزیزای من، امیدوارم اینو متوجه باشین که نوار فقط برای 1 نفر داره. انشاءالله خدای مهربان داره کمک میکنه که پروردگارم کمک کنه که راهی برای شما باز شه که شما هم بتونین. نازنینم عزیزم شما هم بتونین گم شدهتون رو پیدا کنین. امیدوارم اینو متوجه باشین. آقای جعفر بله فرمودن 2 تا گم شده دارن. خدای مهربان پروردگار کمکتون کنه. خطی بگیریم با شما عزیزانم باشی. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم.
جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. عزیزم. سلام جانم، حال شما خوبی؟ بفرمایید. سلامت باشی. زنده باشی. از کشور عزیزم تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران. بله. به چه اسمی؟ عبادت میخواستم به نام فاطمه، نام مادر ماهبر. بله. ام معجزه ها؟ مریم خانم بودن که 17 ساله بودن که سرطان خون داشتن. بله. که به لطف الهی و دعای هفت استاد شفا پیدا کردن. بله جانم. عبادت برای چی میخوای نازنینم؟ برای برکت گشایی مینای عزیزم. خدای مهربان برکت تو زندگی بهتون هدیه کنه. خدا یارو نگهدارت عزیزم. ممنون مینای عزیزم. جانم بفرمایید. خدا حفظ شما. دستتون در نکنه. خدا نگهدار. صدام کردی فکر کردم چیزی میخوایی بگی نازنینه. جانم بفرمایی. سلام عرض کردم. جانم بفرمایی. الو سلام عرض کنم. الو سلام. سلام جانم، حال شما خوبی؟ بفرمایی. خسته نباشی. مرسی جانم، بفرمایی. از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران. بله. به چه اسمی؟ دعا میخواستم برای رضا، نام مادر سکینه. بله. ام معجزه ها؟ اکرم خانم از مازندران بودن که بچه دار نمی شدن. بله. که به لطف خداوند بزرگ و هفت استاد قدرتمند شفا پیدا کردن. مرسی جانم. عبادت برای چی میخوای خانمم؟ برای برکت گشایی. خدای مهربان برکت تو زندگی بهت هدیه کنه. خدا یارو نگهدار. متشکرم. خدا حافظ. مرسی. متشکرم. خدا نگهدار. اجازه بدین من این پیامم برای شما عزیزا بخونم. نازنینای من. بله، خانومی در کشور نازنینای من شوروی، اینجا بهش میگن راشا، البته اینجا برای من نوشتن راشن. نازنینای من در کشور شوروی 4 ساله به دنبال دخترش میگرده و گفته که اگر امکان داره خواهش میکنم، نوارو البته براش اسم نوشتن، به هدیه میشه بهشون، و میگه اگه امکان داره تا آخر برنامه روشونت باشه و آخر برنامه برای من بفرستی. اینم خواسته این خانم محترمه. و میفرمایه که فرزندمو دزدیدن و بردنش. چند سال توی کشور به کشور دنبال فرزندم میگردم. آخرین جایی که دیدن فرزند منو، دخترمو، و اینجا در شوروی بوده. شرایط خوبی ندارم ولی برنامه رو میام و در یک جای الانم، البته چیزی که برای من اینجا نوشتم دارم میخونم که این واقعا برامون دردناکه نازنینای من، الانم توی خونه شخصی هستم که کارای اون خونه رو میکنم فقط به خاطر اینکه نگرم دارم. نازنینای من، گلای من، واقعا دردناکه. رو چشمم نوارو تا آخر برنامه نگه میدارم و انشاءالله که خدای مهربان کمکت میکنه و دخترتو پیدا میشه. خطی بگیریم، با شما عزیز باشیم. بس نازنینای من، گلای من، عرض کنم خدمتتون نوارا هدیه شد به کسانی که گم شده داشتن. بس امیدوارم اگه شما عزیزا هنوزم دارین اون توی باکس قرمز و بل بچه ها دارن میگن ما دیگه تلفن ها رو نخواهیم جواب داد، بس نازنینای من دیگه سعی کنی زنگ نزنی، به این دلیل که نوارا هدیه شد. جای این هستش که باسم از عارف عزیز که خدای مهربان پروردگار کمک کرده که دوباره به خانوادش برگرده و پدر بزرگوارشون که چنین هدیه مقدسی رو برای خانواده ها در نظر گرفتن، قدردانی و سپاسگزاری کنم. خط بگیریم، با شما باشیم عزیزی. جانم بفرمی. سلام عرض کردم. سلام عزیزم، حال شما خوبی نازنینه؟ بفرمی. زنده باشی. از دعا میخواستم عزیزم. خانم من حالا فکر کنم مینا جونم نمیشناسی اصلا. بگیر بخواب عزیزم، بگیر بخواب. جانم بفرمی. سلام عرض کردم. سلام مینا خانم. سلام عزیزم، حال شما خوبی نازنینه؟ بفرمی. کشور عزیزم. بله. الو. کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. الو سلام عرض کردم. سلام خانمم. خسته نباشی. خانمم داد نزن، داد نزن. داد میزنی صدای منو نمیشنفی. داد نزن عزیزم، با همون صحبت کن. بله. کشور عزیزم ایران. از کشور عزیزم ایران. بله. عبادت میخواستم به نام سولت. بله. نام پدر محمد علی. ام معجزه ها. از معجزات قدرت پنهان. بازرخانم بودن از خراسان
استان جنوبی که سرطان داشتن با عنایت نور الهی و عبادت هر استاد عزیز شفا پیدا کرد. دیگه چی میدونی عزیز؟ پسر آقای طباطبایی که معتاد بودن با عنایت نور الهی و عبادت هفت استاد عزیز شفا پیدا کرد. مرسی جانم. عبادت برای چی میخوای جانم؟ قربان. برکت گوشه. خدای مهربان برکت تو زندگی بهت هدیه کنه. خدا یارو نگه داره. قربان محبت. زنده باشی. خدا حافظ. جانم بفرمی. سلام عرض کردم. الو سلام خدمت مینا. سلام برادرم، حال شما؟ خوبی برادرم، بفرمایید. کشور عزیزم ایران جنگ می‌زنم. کشور عزیزم ایران. به نام مهدی، نام پدر مرتضی. مرتضی قدرت پنهان خانواده عزیزی بودن از بابرسر. در سرمایه‌گذاری شهر سوخته شرکت کردن و به لطف خدای بزرگ و دعای هفت استاد عزیز جنبین دست پیدا کردن و 1.5 میلیون دلار برای بابرسر هدیه دادن. و یک خونه برای شخصی که به شغل حسیر واقعی مشغول بود تهیه کردیم. ممنونم، زنده باشی نعیزم. عبادت برای چی میخوای؟ برای بطر دوشای منعیزم. خدای مهربان برکت تو زندگی بهتون هدیه کنی. خدا یار و نگهدارتون عزیزم. خدا حافظ. خیلی ممنون. اگر لط کنه دست عزیز اینم برای من بالا ببرین. چشم عزیزم، چشم. خدا یار و نگهدارتون. خیلی ممنون. خدا حافظ. خدا حافظ. خدای مهربان برکت تو زندگی بهت هدیه کنه عزیزم. نازنینای من، مادر عزیزی که برامون زنگ زده بوده، البته برای من نه، عزیزانی که جواب تلفن رو میدون، مادر عزیز خودش اهل باکوه، کشور عزیزمون ایران باکو، و نازنینای من اسم گلشون خانم سغرا هست و خانم سغرا جزو کسانی بودن که در کشور عزیزمون ایران یه زمانی متن کودک داشتن و میگن تا اونجا که امکان داشت من سعی میکردم کسانی که، البته این نوشته هایی که برامون نوشتن ما داریم میخونیم، من هنوز با خانم سغرا اصلا صحبت نکردم، اینو متوجه هستین انشاءالله، و برامون نوشتن که تا اونجا که من در توانم بود، خانم سغرا فرمودن، سعی میکردم بچه اینهایی که سر کار میرن خیلی با هزینه کم در متن کودک نگهداری بشه و تا حتی غذا براشون آماده میکردیم که بتونن اونها هم با خیال راحت برن سر کار. ولی نمیدونم چی شد که این حق من نبود که فرزندمو بدوزن. انشالله فرزندت هم پیدا میشه خانم سغرا. خدای مهربان پروردگارم کمک کرد عارف بعد 31 سال پیدا شد. خدا رو شکر میکنیم، قدردان هستیم پیش نور الهی. انشالله فرزند تو هم پیدا میشه، تو هم دلت شاد میشه، تو هم مادری که خدمت کردی تا اونجا که در توانت بوده، سپاسگزاریم از مهر و محبتت. خطی بگیریم، با شما ها باشیم. جانم بفرمین. سلام عرض کردم. سلام و عرض و احترام خدمت استاد عزیزم زنده باشی نایزی و هفت ستاره درخشان کبیر. فداتون بشم. حالتون خوبه؟ بفرمین جانم، بفرمایید. صداتون بشم مینا جان. زنده باشید. تولد این جور گرانبهای قدرتمند رو عاشقانه تبریک عرض می‌کنم. زنده باشید. سپاسگزارم از لطفتون. ممنونم عزیزم. جانم بفرمایید. از کشور عزیزم ایران تماس می‌گیرم. کشور عزیزم ایران. بله. به چه اسمی؟ استاد ماروارید. استاد ماروارید. امیدوارم سایه‌تان مستدام بر سر مستمندان باشد. از وجود پرگوهرتان باشد. من از سمون قلب جانم را فدا می کنم، هر نفسم را فدای هر قدم می کنم. خوش آمدی که خوشم آمد آمدنت، هزاران هزاران جان فدای هر قدمت. تولد استاد مادری و سرویسان ایمانه تبریک عرض می کنم. فداتون بشم. سپاسگزارم از لطفتون. عبادت برای چی می خواهی نازنینم؟ برای حمیده نام مادر صدیقه. بله. ام معجزه ها که آقای انور از افغانستان که به گنجینه به لطف نور الهی و درخشان کبیر به گنجینه بزرگی دست پیدا کردن. بله. در کابل به 40 تا بچه که بی سرپرست بودن یک جا به نام سیلی درست کردن و بچه ها را در اونجا به سرانجام رساندن. الحمدلله دستشون درد نکنه. زنده باشی عزیزم، ممنونم از لطفتون. عبادت برای چی میخوای گلم؟ صداتون بشم. سلامتی و آرامش مینا جان. خدای مهربان سلامتی و آرامش رو تو زندگی بهتون هدیه کنه. خدا نگهدارتون. قربونتون برم. صداتون بشم. به خدا میسپرم. عزیزای من، گلای من، وقتی که آقای محمود
پسر عزیزش و عارف و باهیش صحبت کرده، عارف گفته بسیار عذاب بردم تو این 31 سال، ولی همیشه نوری رو میدیدم، صدام میکرد، ولی نمیدونستم که واقعا چی کار باید بکنم. میگه چندین بار شده بود که من یه دری رو دیدم باز شده و رو به نوره، ولی سعی میکردم برم به طرفش و نمیتونستم. و این چنین بود که مطمئن بودم، اینا امید شد تو قلبم که یک روزی یک نور به من کمک میکنه. به همین دلیل من تونستم 31 سال تحمل کنم این نوع مشکلاتی که داشتم. خدا رو شکر میکنم. البته بازم عرض کنم خدمتون، این هم برای به اصطلاح آقای محمود عزیز فرمودن که بله طبیعتاً اینو متوجه هستین که عارف عزیز رو گفته بودن که از دنیا رفته نازنینای من، چنین نبوده، شهید نشده بوده و قبر عارف عزیز رو فرمودن که ما سعی میکنیم هدیه کنیم به یه شخصی که نیاز داره. حالا البته من نمیدونم، چون توی اون قطعه اینم نوشتم برای من، توی قطعه ای که شهدا رو دفن میکنن گویا هر کسی نمیتونه اونجا داشته باشه. اینم مسئله یک برامون عنوان کردن، ولی تمام این مسائل رو دیگه میذاریم که انشاءالله این مربوط به خودشون باشه در همون کشور عزیزم ایران که قوانین هم بهتر میدونن. ما وظیفه داشتیم اینو عنوان کنیم، ولی باور بفرمایید هیچ اطلاعات زیادی نداریم راجع به این موضوع و نمیدونیم باید چیکار کنیم، ولی گفتشون رو ما عرض کردیم. انشاءالله که تک تکتون خدای مهربان پروردگار عمر با عزت بهتون بده. عمر با عزت بسیار مهمه نازنینای من. الان استاد عزیز میدونیم که بله 101 سالشون شده، فداشون بشم، زنده باشن الهی. و میدونم هم که عمرش، بله اینم ممکنه شما عزیزا سوال کنید، 183 سال عمر میکنه، این هم نور الهیه، لطف پروردگاره. به این دلیلی که نازنینای من نیازمندیم بهشون. یادمون نره استادای عزیز انسانای معمولی نیستن نازنینای من، اون اینم در نظر بگیریم و خدا رو شکر میکنیم، سپاسگزاریم از نور الهی که چنین معجزه هایی رو در این دنیای ماشینی به ما انسان ها هدیه کرد. بله گلای من، خطی بگیریم با شما عزیزا باشیم، یا اینکه بله میگن که خیلی از عزیزانمون هستن و گویا گلگی کردن چرا بعضی از سوالا رو جواب نمیدی. سعی میکنیم چشم جوابگو باشیم. عزیزای من، گلای من، جای این هستش که بازم از آقای مهدی بسیار قدردان و سپاسگزار باشیم برای اینکه زحمت کشیدن. عزیزانی که پابرنه داشتن میرفتن برای کلبلا، بین راه برای اینا کسانی رو اونجا گذاشتن زحمت بکشن، براشون غذا بدن، براشون غذا آماده کنن، آب، شربت و چایی. و جای این هست که قدردانی کنیم از آقای مهدی. و آقای مهدی باسم کار بسیار قشنگ و زیبایی کرده و میگه که من رفتم به خونه و البته خود شخصا نازنینای من اینو عرض کنم، یه موقع من صحبتامو یه جوری انجام میدم که شما اشتباه نکنید نازنینم. آقای مهدی کسی رو استخدام کرده و رفتن توی کشور عزیزم ایران، تو خوزستان نازنینای من، خانواده هایی که واقعا دخترانشون میخواستن ازدواج بکنن و جهیزیه نداشتن نازنینم، میگه برای 75 تا دختر سعی کردیم هزینه بپردازیم که انشاءالله جهیزیهش آماده کنن، دستشون درد نکنن. و 75 انشاءالله هممون میدونیم بسیار نمبر مقدسیه، دست آقای مهدی درد نکنه انشاءالله که خدای مهربان پروردگار کمکشون باشه. و آقای مهدی میفرماین که سعی میکنم که در هر گوشه کشور عزیزم ایران از هر شهری رو سعی میکنم چند تایی رو کمک کنم که مواد مخدر نجات پیدا کنن، اونها هم بتونن زندگی نازنینای من معمولی داشته باشن انشاءالله. همت آقای مهدی بسیار زیاده و امیدوارم شما عزیزای من، شما گلای من که علاقمندین به گنجینه ها دسترسی پیدا کنید نازنینای من، علاقمندید که سرمایه گذاری کنید و به دست آوردن الماس. بله نازنینای من میدونیم، ولی اینو در نظر بگیرین شما هم باید، میشه گفت اولش به گفته عزیزانمون میگن ما باید یک کفش آهنی
پامون کنیم که بتونیم این مسیر رو بریم. بعدش که وقتی به مقصد میرسیم مثل اینه که به بهترین ها دسترسی پیدا کردیم. خدا رو شکر میکنیم. خیلی از عزیزانمون نازنینای من، تا حتی آقای مهدی رو که داریم صحبت میکنیم راجع بهش، نازنینم صاحب گنجینه شد 930 میلیون دلار نازنینم، که میشه میلیاردها پول به کشور عزیزم ایران. عزیزم نازنینم ایشونم بسیار قرض کرده بودن از جاهای مختلف و امیدواریم که شما عزیزم اینا رو در نظر بگیرید. بله اولش که میخوایی سرمایه گذاری کنی سخته، ولی شکر خدای مهربان، شکر پروردگار، بعدش که به گنجینه ها دسترسی پیدا میکنی، زندگی خودت و دیگران ساده میشه. بین ساعت 5 صبح تا 8 صبح، 5 بعد از ظهر تا 8 بعد از ظهر به وقت کشور عزیزم ایران میتونی نازنینم سرمایه گذاری کنی. علاقمندی میتونی جوابگوی تلفنات باشی. بریم و یه چای بخوریم، برگردیم در خدمت شما عزیزا باشیم. با اجازتون.